بحث بر سر نشست روز جمعه در وین بین اروپا و رژیم آخوندی و بسته پیشنهادی اروپا همچنان ادامه داره و چیزی که در این بین عجیب هست موضع و تغییر موضع در واقع ظریف در رابطه با این بسته است و متضاد بودن نظر او با نظر روحانی. در رابطه با همین موضوع گفتگوی داریم با علیرضا معدنچی. سلام عرض میکنم خدمت شما. منم سلام میکنم به شما و همچنین سلام میکنم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. بله. سوالم اینه که آیا در این بسته پیشنهادی اروپا منافع رژیم تضمین شده که نظر ظریف عوض شد، وزیر خارجه رژیم عوض شد و نظر مثبتی نسبت به اون پیدا کرده؟ اجازه بدید برای اینکه روشن بشه اینا قبلا چی گفتن، هم روحانی هم ظریف، و الان چرا صحبت از این میشه که ظریف صحبتش رو عوض کرده، من اشاره به صحبت‌های قبلی اینا بکنم. روحانی که میدونیم بستر رو ناکافی و غیر واقعی توصیف کرده بود، ظریف هم گفته بود که طرف‌های اروپایی وعده‌های کلی و مبهم دادن و به جای اینها بایستی پیشنهاداتی داده بشه که قابل راستی آزمایی و قابل اجرا باشه، یعنی اینکه الان اینها اینطور نیست، و همونطور که اشاره کردم گفته بود که این ناکافی و غیر دقیقه. اما بعداً گفته بود که این انتظارات ما رو برآورده نمی‌کنه و اگر اینجوری باشه ما خلاصه راه دیگری در پیش می‌گیریم. اما بعداً ظریف اجلاس روز جمعه وین رو یک گام به پیش توصیف کرد و گفت که ما منتظر اجرای عملی اون تا قبل از فرارسیدن موعد تحریم‌های آمریکا هستیم و ابراز خوشبینی کرد نسبت به عملی شدن اینها. علاوه بر ظریف باند روحانی هم کارشناساشون و مهره های این باند اظهار نظرهای خیلی خوشبینانه ای در این زمینه کردند که اجازه بدید من بعضی از اونها رو بخونم. مثلا یکی از اینها به نام بهشتی پور در یادداشتی با تیتر بقای برجام سنگین تر شد نوشته که مجموعه موارد یاد شده از مهمترین خواسته های جمهوری اسلامی در چارچوب برجام است که در مذاکرات گذشته مطرح کرده است و طی روزهای گذشته با بسته عملیاتی اروپا برای تحقق آنها روبرو شده و پیداست که اروپا قصد دارد کف انتظارات ایران در اجرای برجام را تأمین کند. و کارشناسان دیگر هم نظیر همین اظهارات کرده بودند که من دیگه از اونها از ذکرشون خودداری میکنم، ولی این بیانیه که اروپا مطرح کرده بود صرف نظر از این حرفا به نظر من یک گفتار درمانی بود و نه بیشتر. خب واقعیت اینه که اروپایی‌ها قبلا شروط خودشون رو در برابر رژیم مطرح کرده بودند و به هیچ وجه این اظهار نظر ظریف یا تغییر لحن ظریف ناشی از این نیست که مثلا اروپایی‌ها در این بیانیه مثلا تغییراتی دادن یا موضع خودشون رو در برابر رژیم نرم کردن رو اینها. از قضا عکس این رو ما داشتیم، یعنی اینکه به گفته یکی از دیپلمات‌های سابق رژیم به نام علی خرم اون بسته پیشنهادی اروپا حاوی نکات مثبت بیشتری بود تا این چیزی که بعداً در بیانیه‌شون از اون صحبت کردند و اینها، و علت این رو همین فرد علی خرم میگه که به خاطر تهدیداتی بود که روحانی به عمل آورد و بر اساس این تهدیدات اروپایی‌ها ترجیح دادن در حالی که این تهدیدات داره در فضای این تهدیدها امتیازات رو تخفیف بدن و کاهش بدن. و خود این علی خرم میگه که حتی این رو چینی‌ها پیشنهاد کردن به اروپا که تا وقتی رژیم در فاز تهدید هست و با این زبان صحبت میکنه شما مثلا از دادن امتیازات به رژیم خودداری بکنید. یعنی عرضم این هستش که این تغییر لحن اروپا ظریف به خاطر این نیست که اروپا مثلا امتیازات خودش رو افزایش داده یا موضع خودش رو در برابر رژیم نرمتر کرده، بلکه اونچه که ما در رابطه با اروپا میبینیم عکسش بوده. و بازم
تأکید میکنم که بیانیه اروپا بیشتر از یک گفتار درمانی نبود. چرا میگید گفتار بیانیه اروپا یک گفتار درمانیه و چیز بیشتری نداشته؟ خب بازم من در اینجا ترجیح میدم که از قول منابع خود رژیم بگم، چون که این بیانیه به طور رسمی هنوز منتشر نشده. بله. و اونطوری که روزنامه که ها نوشته، این یک بیانیه 10 ماده‌ای هستش که 9 ماده اون اساساً با گفته کیهان در خوشبینانه ترین صورتش برای عرف دیپلماتیک در این بیانیه گنجونده شده و تنها در بند 8 هستش که این بیانیه وارد به اصطلاح چیزای مادی میشه و از تعامل و رابطه اقتصادی با ایران صحبت میکنه، اونم در قبال حفظ برجام، یعنی اگر که برجام حفظ بشه و اینها، اون وقت اینها هم وارد تعامل اقتصادی با رژیم میشن. و یکی دیگه از کارشناسان رژیم گفته بود که این بسته اساساً معطوف به آینده هستش، یعنی اروپا میگه که اگر رژیم این کارها رو بکنه یا بایستی رژیم این کارها رو بکنه تا ما مثلا یه همچه کارهایی در مقابلش انجام بدیم یا اون امتیازاتی که ازش صحبت میشه رو به رژیم بدیم. یعنی مشابه همون باید درمانی ها و گفتار درمانی هایی که مثلا در حرف های خامنه ای آدم میبینه یا در حرف های روحانی، اینجا هم ما در بیانیه شاهد این هستیم که اگر اینطور بشه یا باید اینطوری بشه که در اون صورت ما این کارها رو انجام میدیم. حالا شما میگید باز تو این بیانیه هم که اروپا داده گفتار درمانی هستش، مگر مرسومه مثلا شاید ده ها صدها معاهده و قرارداد بین کشورها بسته بشه، مرسوم نیست به اصطلاح گفتار درمانی در اونها؟ نه خیر، اصلا این چیز مرسوم نیستش، این در واقع مطابق با خود رژیم هستش که این کار داره صورت میگیره. اینم به خاطر اینه که در واقع وقتی میگیم گفتار درمانی، این پوشش چیز دیگری هست، یعنی اون زیر داره یه چیزی اتفاق میفته، اونطوری که در مثلا خود اظهارات مهره ها و رسانه های باند خامنه‌ای مطرح شده، یه چیزی رو دارن این طرفین زیر این پوش پنهان میکنن، زیر این تعارفات و زیر این به اصطلاح گفتار درمانی و اینا، و به این خاطر که اصلا این صورت میگیره. خلاصه یک هدفی پشت پرده هستش. که چی هست اون هدف پشت پرده؟ اون هدف پشت پرده در یک کلام میشه گفتش که گردن گذاشتن رژیم به همون شروط پیشنهاد شده ای اروپا، به اون 4 شرطی که ماکرون رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود، به وقت فرانسه مطرح کرده بود، و در واقع همون شروط آمریکا هستش. باز در این مورد اجازه بدین که از قول یکی از به اصطلاح تئوریسین های باند خامنه ای به نام مهدی محمدی که در شماره امروز وطن امروز، روزنامه وطن امروز درد شده، از اون نقل بکنم که اگرچه در این مسابقه به هر حال یک رگه و سبقه از جنگ باندی هست، اما حاوی واقعیت هایی هم هست. نوشته که این نوع توافق در واقع تکرار تجربه مذاکرات برجام است و آشنایان با سابقه موضوع به یاد می آورند در مذاکرات برجام هم ابتدا در فروردین 94 یک توافق روی اصول و کلیات در لوزان انجام شد و سپس توافق کامل همراه با جزئیات 3 ماه بعد در وین حاصل آمد. این اشاره ای که میکنه میخواد اینو بگه که توافق در واقع در فروردین ماه سال 94 انجام شده بود، ولی این رو علنی نمیکردن. و اگر یادتون باشه اون موقع باند خامنه ای از این توافقی که در لوزان به عمل اومده بود به عنوان لوزان چای اسم می بردن، چیزی که خواستن مقایسه بکنن با قرارداد ترکمنچای. و این مهدی محمدی میگه که الان همین امر در حال اتفاق رخ دادن است، منتها همان تجربه مذاکرات برجام به ما میگوید همانطور که در آن مذاکرات توافقات اصلی در همان فروردین ماه حاصل شده و حتی بخش‌های مهمی از متن نوشته شده بود، این بار هم بخش مهمی از جزئیات همین حالا توافق شده، ولی بنا به دلایلی
اعلام آن را به مصلحت ندانستند. بنابراین آنچه رخ داده بی سر و صدا یک توافق هسته‌ای جدید است و عملا اصول و کلیات یک برجام اروپایی نهایی شده است. در واقع اگر که لب مطلب رو بخواید، این خب رژیم که دو راه بیشتر نداره، یا راه ایستادگی هستش در برابر این چیز که مادهش هم در واقع خارج شدن از برجامه، اون چیزی که اینها سعی میکنن که اون رو نفی بکنن و ازش فاصله بگیرن، حتی باند خامنه ای، یا اینکه گردن گذاشتن به همین شروط اروپا و یا در واقع شروط آمریکا. اون چیزی که صحبتش هست این که این کار با واسطه اروپا انجام داره میگیره، بر اساس همین بیانیه و گفتار درمانی که عرض کردم که زیرش یه چیزی رو میخوان پنهان بکنن. در واقع اگر که این طور باشه، معنیش اینه که رژیم به وسیله اروپا میخواد که یه جوری با تعامل با آمریکا دست پیدا بکنه، چیزی که الان کارشناسان و مهره‌های باند روحانی خیلی صریح از اون اسم میبرن و میگن که ما هیچ چاره‌ای به غیر از مذاکره مستقیم با آمریکا نداریم و مسائل ما با اروپا حل نمیشه. از اونجایی که خب این هم بسیار کار سختیه و در واقع خوردن جام‌های زهر بعدی هست بعد از اون زهر هسته‌ای، اینه که هنوز رژیم در این باره یا ولی فقیه در این باره تصمیم نگرفته، ولی خب به هر حال ناگزیر از این تصمیم هست و هرچی که زمان بگذره این تصمیم برای رژیم سخت‌تر میشه و بهای سنگین‌تری هم میطلبه. ولی به هر حال مدت زمان محدوده و رژیم بایستی در این مدت زمان محدود که فوقش دیگه تا نوامبر یعنی آبان ماه هست بایستی تعیین تکلیف بکنه. تشکر میکنم از شرکتتون در گفتگومون. خواهش میکنم.